مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند شاید عجیب به نظر بیاد که بخوایم مشکل رو به مغز ارتباط بدیم. ولی واقعیت اینه که در بعضی از سیاهترین لحظه های ناامیدی، مشکل در قدرت تصور ماست. فقط این نیست که غمگینیم، مشکل اینه که نمیتونیم زندگی بهتر از وضعیت عذاباور کنونی تصور کنیم. و منظور ما از قدرت تصور اینه که قادر باشیم انتخابهای جایگزین رو به زندگیمون فرا بخونیم. وقتی غمگینیم، نمیتونیم تصور کنیم که میشه یه شغل دیگه پیدا کرد. نمیتونیم تصور کنیم که یه روزی دیگه قصه پچپچ پچ و شایعات پشت سرمون رو نخوریم. توانشو نداریم تصور کنیم که یه شریک زندگی دیگه پیدا کنیم. قادر نیستیم تصور کنیم که دوباره به یک انسان اعتماد کنیم. ولی با پرورش قوه تصور تقریبا هر مشکلی راه حلی داره. اگر یک در بسته باشه، قدرت تصور باید بتونه به موقع راه حل جدیدی پیدا کنه. شهرهای دیگه برای زندگی هست مشاغل دیگه هست که میشه امتحان کرد میشه رفت جاهای زندگی کرد که هیچ کس ما رو نمیشناسه اشاق دیگری هستند که روی کردشون به روابط سمیمانه متفاوت از اوناییه که ما تا الان شناختیم اقیانوس پهناوره و به طرز زیبایی بی اتناب ماست ما بزرگسال هستیم یعنی انتخابای مختلفی داریم ما اون بچه کوچولوهای سابق نیستیم که برای همه چیز وابسته به والدین باشیم و زندانی محدودیت شرایط نیستیم. میتونیم بریم واسه خودمون تو بیابون یه چادر کوچیک بزنیم. میتونیم اسممون رو عوض کنیم. اگه احساس خجالت و شکست میکنیم، میتونیم اصلا بیرون نریم و هیچ کس نبینیم. میتونیم تنها زندگی کنیم و سرمون به کار خودمون باشه. حتی میتونیم یه مدت مجنون و شیدا بشیم و بعد به دنیای عقل برگردیم. خیلی ها این کارو میکنن. میتونیم وقت بذاریم و یه زبان جدید یاد بگیریم یا تو زبان سانسکریت یه مدرک مکاتبه ای بگیریم. میتونیم محبتی که لازم داریم رو پیدا کنیم. کل چیزی که لازم داریم دو تا دوسته. یه دونه هم بسه. خیلی آدما ممکنه بد جنس باشن ولی آدمای مهربون و دلسوزم وجود دارن. میشه رفت این آدما رو پیدا کرد و دیگه از دستشون نداد. اصلا لازم نیست بچسبیم به متن اون ای که تصور میکردیم داریم در تمام زندگی دنبال میکنیم. شاید خواسته بودیم این کارو بکنیم، ولی ما موجوداتی هستیم عمیقا انعطاف پذیر. وقتی به این سیاره پا گذاشتیم، سیمپیچی مغزمون این پتانسیل رو داشت که بشیم یه شکارچی ماهر تو صحرای کالاهاری یا استاد زبان لاتین دانشگاه یا حسابدار صنعت حمل و نقل و تدارکات. جنبه زیست شناختی وجودمون به شدت چکش خاره. شاید یه خورده از اون انعطاف پذیری و دامنه عمل اولیه رو از دست داده باشیم. مثلا شاید زبان یاد گرفتن برامون خیلی راحت نباشه یا حرکات بدنمون یکم خشک شده باشه. ولی همچنان مجهزیم به توانایی یاد گرفتن فوت و فنهای جدید. آدمای دیگه، انسانای جالب و شریف دیگه پیش از ما اینجا زندگی کردند. شاهزاده های تبعیدی از روسیه که یاد گرفتن مربی تنیس بشن. ژنرال های ویتنامی مهاجر که تو آمریکا مهد کودک تأسیس کردند. آدم های طلاق گرفته که دوباره ازدواج کردند. مدیرایی که بیابرو شدن و بعد سر کوچه یه مغازه پر رونق باز کردند. برای بالا بردن شانس اقنا شدن باید به قوه تصور خوراک برسونیم و مشت و مالش بدیم. هر جوری که الان داریم زندگی می کنیم باید بتونیم بودنهای متفاوت پرنشیب و فراز اما همچنان قابل تحمل رو تصور کنیم. میشه بدون دوست، بدون شهرت، بدون سلامت کامل، بدون عشق و بدون پول زیاد زندگی کرد. در کلاس انشا و نویسندگی نوجوانا باید داستانهایی بنویسن با عنوانهای شبیه این. اگر همه چیزم را از دست بدهم و قرار باشد دوباره شروع کنم چه کار خواهم کرد؟ میشه از دانش آموزا خواست فهرستی بنویسن از 20 دلیلی که الان به زندگیشون معنا میده و بعد بگن همه را خط بزنید و حالا ده دلیل اضافه بر اون 20 تا پیدا کنید. عده کمی از ما مجبورن برای امرار معاش داستان کوتاه بنویسن. ولی بسیاری از ما به حکم سرنوشت باید داستان زندگیمون رو از نو بنویسیم. این سرنوشت واقعی و کاربرد قوه تصور ماست. وقتی خیلی غمگینیم باید با معمای پیش رو فکرمون رو به کار بندازیم. از چه راه های دیگه میشه به زندگی ادامه داد و چه احتمالاتی دم دست هست؟ چطوری میتونیم از فازلاب کود درست کنیم برای رشد گیاه؟ چالش در اینه که هوشمندانه و خلاقانه آینده رو بر ویرانه زندگی های قدیمیمون بسازیم. لطفاً با سابسکرایب و لایک کردن مطالب ما از ادامه این پروژه حمایت کنید.